خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. بفرمایید، بفرمایید، خواهش می‌کنم. بانو یاد پروردگار سلام، شما بیننده برنامه کودک شوی هیجانی ما هستید از شبکه نسیم. همراه من باشید، پژمان بازقی. خیلی ممنون و متشکر. اما موضوع برنامه ما راجع به دروغ گفتن بچه هاست. اساساً چرا بچه ها دروغ میگن؟ توی برنامه قبل صحبت کردیم که از کجا یاد میگیرن اصلا دروغ بگن. پس سعی بکنیم در منزل اصل صداقت رو رعایت بکنیم. اگر تلفنی زنگ زد و نخواستیم با شخصی که پشت خط تلفن هست صحبت بکنیم، لااقل جلو بچه ها این کار رو تکرار نکنیم، هرچند که اصلا خودش ذاتاً کار خوبی نیست. اما محققین میگن که بچه های زیر 3 سال اصلا معنی دروغ رو نمیدونن. اگر چیزی میگن زایده ذهنشونه و شما نباید بازخواستشون بکنید، چون این بازخواست کردن فقط ذهن بچه رو به هم میریزه، چون داستانهایی بر خودشون میسازن، چیزهایی در ذهنشون هست که خودشون سعی میکنن اونها رو به زبان بیارن، تخیل بکنن. پس بچه های زیر 3 سال اصلا معنای دروغ رو متوجه نمیشن، مخصوصا کسایی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، بچه های بین 2 تا 5 سال دارن. فردا شب هم یه چند تا دلیل دیگر رو خدمت شما خواهیم گفت. بریم که برنامه امشب رو همراه با شما آغاز بکنیم. سلام، مصطفی خانی هستم، بچه برامین. شکر همه داشمشتی های برامین هم هستیم، مخلصیم. من پدر محمد سام و سورنا، 2 تا بچه خیلی شیطون. سلام، من فریده سالهی هستم، متولد 16/67، مامان 2 تا پسر فوق العاده شیطون. من ابتدایی بودم، با مدرسه رفتم اردو، هوا خراب شد، بردنمون سینما، یه توپ با خودم برده بودم تو سینما، وسط فیلم بلند شدم از جام، توپ رو یه شوت کردم وسط جمعیت، کلن سینما منفجر شد. دفعه اول که رفتم خونه مادر شوهرم بعد از اقدام، مادر شوهرم گفتش که مامان جان فریده یه چایی میریزی؟ بودم بله. رفتم ترشتون دیدم سماور که آزه، خوری که آزه، چایی هم ریخته، آب بستم روشو گذاشتم رو سماور، اومدم نشستم. مادر شوهرم بعد نیم ساعت گفت فریده جان مامان چایی رو میری؟ گفتم بله. رفتم چایی ریختم تو سینی رو آوردم گذاشتم وسط، اینا شروع کردن به خوردن. همینی که خوردن گفتم اه این که سرده، تازه اونجا فهمیدم که آب سماور سرد بوده، من چایی رو دم کردم. همونجا تازه مادر شوهرم فهمید که عروس سرزن چایی درست کردنم بلد نیست. موقع سربازی شد گفتن چاها رو دارم معاف میکنم، ما هم رفتیم برای معافی. چشتون روز بعد نهید تو این 15 روز فقط خوردم، صبح بلند میشدم تا شب اینو بخور اونو بخور، علاوه بر شیطنت دیگه بخور بخور اونم براه بود، تا صبحی که میخواستم دوباره برم اونجا، رفتم سر کوچه یه ساندویچ هم زدم تو بدن و برگشتم اومدم برای بازکشی. رفتم رو بازکول، یارو بیا پایین بیا پایین، برو دیگه تو به درد خدمت نمیخوری. این شد که دیگه ما خدمت معاف شدیم. یکی از آرزوهای بچگیام این بودش که خانم وکیل بشم. درسمو خوندم، رفتم لیسانس گرفتم، بازم خوندم، اما فوق لیسانس نتونستم بگیرم. یه برامینی هر جا باشه رو کره زمین پرچمش بالاست. اهل ورامینم، روزگارم بد نیست. خانواده هستن که 6 سال زندگی مشترک تشکیل دادن، یک خانواده 4 نفره هستن، 2 فرزند دارن. میخوام دعوت کنم از آقا و خانوم هداوند خانی. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، بفهمید بیستید. خیلی شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید. خب یه سلام علیکی داشته باشید با بیننده ها و حضار محترم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و جناب عالی. خیلی ممنون، متشکر. سلام علیکم، مصطفی هداوند خانی هستم، خوبی آقا پژمان و خدمت بینندگان عزیز و حضار جان. خیلی ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم. ما برای اینکه اشکال نداره آقای خانی صداتون بکنه؟ نه بهتره، خانی صدا میکنه تو محله، اصلا تو محلتون هم خانی صدا. بله بله. شما هر دو اهل ورامین هستید، 6 سال زندگی مشترک تشکیل دادید و 2 فرزند دارید به نام های محمد سام و سورنا. کدومشون بزرگتره؟ محمد سام. چند سالشه؟ محمد سام 4 سالشه، سورنا 3 هفته دیگه میشه 2 سالش. خب سلامتی باشی، پیشاپیش هم تولدشو تبریک میگم. یه ذره میخوایم برگردیم راجع به شهرتون صحبت کنیم. اسم قدیم ورامین چی بوده؟ وارنا.
آفرین به شما. و اینکه چهار تا از اثرای تاریخیشو میتونید نام ببرید. یکی برج صد علاءالدینه، یکی مسجد جامع تاریخیه، دیگه یکی کاروانسرای بهرامه، قلعه گبریه و قدمت برایم بیش از 8000 ساله آقای بازقی. همین میخواستم بگم که یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست نه ایران. بله میخواستم بگم که این که شما در ورامین زندگی میکنید، در شهرستان زندگی نمیکنید، شما در یک شهر تاریخی زندگی میکنید که کلی جا داره برای وقت گذروندن خانواده ها. یعنی شما میتونید بچه ها رو بردارید برید هر کدوم از این آثاری که گفتید رو یک روزم وقت بذارید، کلی آثار باستانی تو شهر شما هست که میتونید بچه ها رو حدود 250 اثر تاریخی داره که شما میتونید برید ببینید. و اینکه چقدر این کار رو انجام میدید به اتفاق خانواده؟ تا الان دو سه تا از این اثرها که داخل شهره، یعنی تو روزمره اینا رو میبینیم و از جلو شاید میشیم به بچه ها توضیح دهیم، ولی بیرون از شهر رو فعلا هنوز هیچ برنامه‌ای نداشتیم، چون دو تا بچه ها خیلی کوچیک و شیطون دیگه. خب اشکال نداره، مثلا شما خانم رفتید تا حالا این آثار باستانی دیدید؟ بله با همسرم رفتم. با همسر ما هم رفتیم، با بچه‌ها نرفتیم. آقای خانی عزیز خدمت نرفتین؟ من نه. چرا؟ معاف شدم. معاف شد. چرا علتشو میگین؟ اضافه وزن. چند کیلو بودین مگه شما؟ هلوش 170 کیلو. 170 کیلو ماشاءالله. الان چند کیلو این؟ هلوش 116. خیلی وزن کم کردید. و چی شد که دفعه تصمیم گرفتید که این اتفاق بیفته؟ معاف یا لاغر شدن؟ نه لاغر شدن. دیگه بعد معافی دیگه گفتیم بذار تکلو برای سلامتیتون هم مثلا خوب نیست. بله. بله. عکسای کودکیتون رو ببینیم، ببینیم که این شما این؟ منم بله. سیبیل نداشتیم موقع؟ چند سالتون بود؟ به سال نه استرس کنم هلوش 6 ماه هم بوده. 6 ماهتون بود. بله. و خاطری از این عکس براتون تعریف نکردن خانواده؟ خاطره فقط دستان پدرمه، خدا بیامرز. بله. خدا رحمتشون کنه. هر موقع میپرسیدم اون میگفتم دست کیه که منو نگه داشته، میگفتن دستای دستای پدر همیشه بله. پشت پسر هست. بله. و این عکس شما؟ بله. این برای 5 ماهگیم هست که وقتی که سوال کردم گفتن که رفته بودن زیارت قم، توی یکی از پارک‌های قمی عکس زدن. توی یکی از پارک‌های قم بله. خیلی هم لم دادین و با لبخندم نشستید. و اینکه همین لبخند رو همچنان در منزل دارید؟ زیاد. خانواده بانشاطی هستین کلا. خیلی. و اینکه پدر واسه بچه‌ها خیلی وقت می‌ذاره، چون درسته. محل این الان محمد سام یا محمد سام. و اگه رابطت با محمد سام چطوره آقای خانی؟ خیلی خوبه. خیلی وابسته است به من. با من خیلی بازی می‌کنه. این وابستگی خوبه یا بده؟ الان دارم فکر می‌کنم که خیلی بده به نظرم. خیلی بد. البته ببینید این طبیعیه ها. ببینید تا الان 4 سال خورده ایشه دیگه. نه هنوز نزدیک 4 سال. نزدیک 4 سالشه. به هر حال کم کم بایستی دوستان اجتماعی بیشتری پیدا بکنن تو مهد کودک، توی محل، توی خانواده. البته میدونم که عاشق خونه عموشه. درست. اونجا حیات داره و میره با تمام بچهای مثل عمه، عمو اینا همه جمع میشن و دور هم جمع به محمد سام. خیلی اجتماعیه. کلا اجتماعی هست. ولی رابطش با غریبه ها چطوره؟ خوبه. خیلی خوبه. آره اینو کنترل که میکنید که انشالله که نه اصلا ما بهش اجازه نمیدیم، ولی کلا محمد سام حدودا یه سال و نیمش بود، یه مریضی داشت. سر این مریضیش چند روز بیمارستان بود، یه موقع خواهرم پیشش بود، یه موقع خالش پیشش بود، اینا بیشتر دیگه الان پیش غریبه هم زیاد غریبی نمیکنه، ولی ما اونجوری که بذاریم شایی نه اونجوری نیست. یعنی به بچه ها باید یاد بدین. یه بار من گفتم تو برنامه‌ام و خیلی ها ایراد گرفتن که به هر کسی نگن عمو و خاله. بله درست. باید به بچه‌ها یاد بدید یا با اسم فامیل بزرگترها رو صدا کنن یا با اسم کوچکتر با یه پسند آقا یا خانم صدا بکنن که این فاصله وجود داشته باشه که خاله واقعیش کیه. درسته. که مثلا دوست دقیقاً درست مادرشون که خاله صدا می‌کنیم، چرا باید اصلا خالهش صدا کنیم؟ درسته. از بستگانتون هم اینجا تشریف دارن؟ بله. کیا هستن؟ بیستن لطفاً. برادرم از خواهرام. بله خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. ماشاءالله ماشاءالله. اون بچه شماست؟ نه اون بچه داداشم. سورنا کدومه؟ بغلشه. بچه من این اولیه. بچه خب میری بغلش کنی بیاریش تو برنامه؟ بله به افتخار سورنا هم دست بزنیم. به بچه مهمان کوچیکی ما داریم. چه خوشحالم شده. ممنون. ممنون. کیف کرد آوردمش. آخه یه ساعت پیش من نیست. حرفتونو بزن الان. کلمات بله، کلمه کامل حرف بزن. هر سوالی کامل حرف بزنه. یعنی الان میکروفون بدیم مثلا با اون صحبت میکنه. بله جواب اون سوال ازش بپرسید فکر کنم جوابتونو بده. بله اگه رو فرم باشه.
این محرک محمد سام تو شیطونیه. هر جا محمد سام خسته میشه اینه برای شیگه داری سنگینه. خب سلام کن مامان. بگو سلام. بگو سلام. سلام. ای جان شما جوابشو نمیدین؟ بله. شعر بلدی بخونی برای ما؟ آره. پس بخون لطفا محکم بابا. بخونه شباش شباش. شما هم بخونید. آره. بله آماده باش. بله دستم برش آزار دارم گرم شد. تو هم بخون سلام باش. بله شباش شباش. بله کنجد بپاش. بله آماده باش. بله خیلی خواه عذیتش نکن. اینجا اینجا بزنید محمد سامو دعوت بکنیم. بله قبل از اینکه بخوایم از مهمان ویژه امشب ما دعوت بکنیم که تشریف بیارن و در استودیو کنار خانواده باشن یه بخشی رو میبینیم و برمیگردیم. اما پیش از اون راه رأی دادن به خانواده هداوند خانی، من فامیلی کامل شما رو میگم چون توی آیتم کودک شو نام خانواده کامل شما نوشته میشه. این نکته رو بگم آقای خانی که هر چهار تا خانواده اگر بالاترین رأی رو بیارن ما یک فینال برگزار میکنیم و یک خودرو تقدیم خانواده برنده خواهیم کرد. پس سعی کنید که بین دوستان خوب تبلیغ بکنید. ستاره سه مربع رو شما رو گیری بفرمایید. همین الان روبیکا رو در تلفن همراهتون نصب کنید، کودک شور انتخاب بکنید، این برنامه رو داشته باشید. حالا حالا باهاش کار داریم. یه بخشی رو میبینیم برمیگردیم. از محمد سام دعوت میکنیم که به ما ملحق بشه. مهمان ویژه امشب ما عاشق تفنگ بازی شیطونه و البته شکمو. دعوت میکنم از محمد سام هداوند خانی به افتخارش دست بزنید. برید کمکش کنید. مواظب باشید بچه، کمکش کنید. خیلی خوش آمدی. آقا داشت کس بزن بابا. من میخواه شعر بخون. ای جانم نگاش کن، نگاش کن داداشی رو. بله خیلی ممنون. بفرمید بشینید. بفرمید بشینید. چطوری؟ خوبی؟ این میکروفون باشه پیش شما، برو پیش پدر وایسا. بله یه سلام به همه بگه. بیا سامی اشکایی ندارم. سلام کن بابا جانم. بابا دیدیشون همه اینا رو. سلام کن بابا. سلام کن. سلام کن. خیلی جلو باسه بابا پیش همون بجمون باسه. سلام بسه بیاد اونجا باسه. بیاد پیش شما. میکروفونش بده بهش. بیا عزیزم برو پیش همون باسه. شعر بیا محمد جان بجمون بخون. بیا عزیزم برو برات نوش بابا. خب چی کاشتی بر ما بگو. اینو باید بیاری بالا ما صدا تو بشنویم. میکروفون تو بیار بالا بابا همون بجمون بشن. خب اشکال نداره، ما نمیخوام بچه ها رو آزار بدیم. شعر بلدی بر ما بخونی. میکروفون روشنه بابا. پدر و مادر شما رو نوشته. آره اشکال نداره. باید بری تو اتاق بازی. شعر که نخوندی. سلام هم که به ما نگفتی خجالت کشتی. اشکال نداره ولی برو بازی کن. با بابا میری یا با مامان؟ با بابا. با بابا دوست داری بری؟ خیلی خب ما از هر سه مرد خانواده هداوند خانی خواهش میکنیم با دستای شما برن به اتاق بازی بچه ها. خب
پدر و همراه دو پسرش رفت، اما فکر می‌کنید علت رفتار محمد سام چی بود که نه بر ما خون نه سلام گفت، خجالت کشید؟ محمد سام خیلی اصلا یه موقعی رفتاری از خودش انجام میده که ما تعجب می‌کنیم. به خاطر همین من خیلی دوست داشتم که تو این برنامه شرکت کنم، چون که داخل خونه خب اکثرش خیلی عادیه، خیلی خوبه، توی جمع فامیل اقوام مهد کودک همه چی نرمال و خوبه، اما خیلی دوست داشتم که ببینم وارد جمع خیلی زیادش میکنم چه عکس عملی از خودش نشون میده که متوجه شدید یه ذره خجالتی. خجالتیه. خب فکر نمی‌کنید که الان وقتشه که به یک مشاور کودک مراجعه بکنید، راجع محمدسان باش صحبت بکنید، ازشون بپرسید که بله در خانواده چون همه آشنا هستن طبیعیه که درسته. این اتفاق براش معمولی باشه، اما مثلا میگم فردا رفت مهد کودک با بچه‌های دیگه میره. خیلی اونجا رفتارش چطوره؟ خیلی عادی. بعد اصلا طوریه که مثلا به من و با همسرم میگه که شما برین، من مثلا دو ساعت دیگه بیاین دنبالم. چون خیلی به من گفته بودن که میخواد شعر بخونه برای ما، خیلی خوش صحبت. آره خیلی شیطون و پر انرژی، من تعجب کردم چطور اینجا یه اصلا بالاخره رفتار بچه های مخصوصا زیر چهار سال یه ذره غیر قابل پیشبینیه. چون حتی تو مهد کودک به حدیه که با همه صحبت میکنه و همه بعد بدون اینکه ما حضور داشته باشیم. ما برنامه خانواده هدوند خانی رو میبینیم، قراره که شما بهشون رأی بدید. همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، ستاره 3 مربع رو شماره گیری بفرمایید، برنامه روبیکا رو در تلفن همراهتون نصب کنید تا به خانواده هدوند خانی رأی بدید. اما بریم سوال مسابقه امشب رو ببینیم. محمد سام، شما در مدت 120 ثانیه چند مکعب رنگی را با کشاندن بر روی زمین مقصد میرساند؟ هیچی، یک تا سه، چهار تا شش. تا شما فکر میکنید ما نظرسنجی بکنیم. محمد سام رو دیدید یه ذره خجالتی بود، اما بچه پرشوریه، پرهیجانه. اونایی که گزینه یک رو انتخاب میکنن دست بزنن، یعنی هیچی. گزینه دو و گزینه سه. اما مادر تصمیمش سخت است، چون هم یک ستاره طلایی داره این بخش، هم دیوار جوایز ما، که شما بایستی پاسخ درست رو به ما بگید تا ستاره طلایی به دست بیارید. چون همون دو دقیقه هست، دو دقیقه هر چقدرم که بازی گوش باشه بازم میتونه چهار تا رو انجام بده. حداقل چهار تا رو انجام. من هم گزینه سه انجام. پس خواهش همینه بعد از شمارش ما گزینه‌تون رو بلند اعلام بفرمایید، گزینه شماره 3 رو اعلام بکنید و زنگ رو به صدا در بیارید. گزینه شماره 3 انتخاب خانم خانی هست. ایشون معتقدن محمد سام عزیز در 120 ثانیه بین 4 تا 6 مکعب رنگی رو بر روی زمین میکشه و در و به مقصد میرسونه. بریم به اتاق بازی بچه‌ها، جایی که پدر و پسر منتظر انجام بازی هستن. اونجا اون مکعب هاست، خیلی هم سنگین نیست، میشماریم تا در باز بشه. میخوای تو بازی بکنی یا با عروسک بازی کنی؟ تو دنبال این میگشتی؟ بندست اون توپا بریم مسابقت به توضیح بدم. از خب یه ذره داره داره بازی گوشی میکنه. درست میگم اصلا حرفش رو گوش میکنه، فرمان پذیری داره اصطلاحا. بعد میگم به یه موقعی یک ساله نشون ده که اصلا تعجب میکنم محمد سام الان فعلا که علاقه داره کم کم بیا پسره بگو. نه باید با محیط تا میتونه بازی کنه تخلیه. یعنی شما دوست داشتید که پدر اونجا بودین؟ بله اگه من بودم بهتر بود. چرا از شما میترسه؟ نه 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 حساب میبره؟ نه از من و همسرم به یک اندازه هرشنوی داره، اما همسرم بیشتر خیلی به سازش هست. داخل بازی کنه کاشکی خود آقای خانی یه دونش آها خب از این جوری دیگه بکش به معنی اینکه دست بزنه 120 ثانیه شروع میشه و نه شروع شد بله آها بله دست زد بله آروم آروم آفرین بهش تشویقش نمی‌کنی آبی بده
حالا بگید محمد سامی، هر دو تا اسمش رو بگید. بهتنی؟ بله. آره اینجوری بهتر. آفرین محمد سامی. بله برایشون دست بزنیم. اما چیزی از ارزش های سام کم نمی کنه، درسته؟ ببین بیشترین چیز اینه که لذت ببره دیگه. نه خوب داشت لذت می برد به نظرم. می بینه. آره با همین لذت هنوز هم داشتم بازی می کردم علی رغم این که زمانشون مهم اینه که اون لذت ببره. حالا هیچ فرقی بین رنگ ستاره نداره، اینکه اون محمد سام کیف کنه از اون موقعیتش خیلی برام مهمه. ما امیدواریم که این فضا رو برای شما به وجود بیاریم. اما قراره که یک فضای دیگه هم برای بیننده‌های توی خونه که نمیتونن در برنامه ما شرکت بکنن، شاید راه دور هستن، اما بیننده پرپا قرص برنامه کودکشو هستن، کودکشوی عزیز هستن، ما تصمیم گرفتیم که این فرصت رو بدیم 4 تا برنده داشته باشیم به شکل شانسی و شانسشون رو انتخاب بکنن. 4 تا جایزه 10 میلیون تومانی قراره تقدیمشون بکنیم. یک راه ساده داره، همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، 3 تا 3 تا 40 مربع رو شماره گیری کنید. در پایان هفته قرعه کشی خواهیم کرد و 400 میلیون ریال یعنی 4 تا 10 میلیون تومان داشتم کار دست حمایت کننده برنامه میدادم، 4 تا 10 میلیون تومان قراره تقدیم بکنیم که ایشالله یکی از برنده های شمایی باشید که همین الان این کار رو انجام داده. بخش بعدی رو ببینیم. بیننده برنامه کودکشو هستید از فصل سوم همراه با خانواده هدوند خانی. تو بخش اول متاسفانه ستاره طلایی به دست نیاوردن، ستاره قرمز تقدیمشون کردیم. اما اگر شما میخواید رای بدید همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، 3 تا 3 مربع رو شماره گیری بفرمایید، برنامه روبیکار نصب کنید و تو کودکشو میتونید خانواده هدوند خانی رو هم با عکسشون و هم با نام خانوادگیشون پیدا بکنید، بهشون رای بدید. اتاق بازی بزرگترها، جایی که آقای خانی عزیز منتظر ما هستند تا ببینن که گردونه چه بازی رو براشون در نظر میگیره. شما دوست دارید بازی های فیزیکال باشه، بازی های ایستاتر؟ کلا توانش تو هر چیزی بالاست همسرم. یعنی سرعت عملش هم خوبه؟ خیلی خوبه. خب شما که حسش ندیدین از 1716 که نه. خب بریم به اتاق بازی بزرگترها، جایی که آقای هدوند خانی منتظرن تا گردونه رو به چرخش در بیارن. خب آقای خانی عزیز،
بیش از یک دور گردونه باید بچرخه و نوک پیکانش تعیین میکنه که قرار شما چه بازی رو انجام بده. آماده اید؟ بله. میشماریم. هیچ کس تا الان با این قدرت نچرخونده بود. تعادل توپ، وای چه بازی هم هست. تعادل توپ. و اما بازی که برای خانواده شما به قرعه خانواده شما افتاد اینه که آقای هدوانخانی با 100 چند کیلو گفتن؟ 120 کیلو حالا میگه. 120 کیلو وزن قراره که یک گوی 250 گرمی رو روی یه تیغه ببرن. بعد ببینیم که میتونن اتفاق بیفته یا نه، چون سختم از قدشون هم بلنده. درسته. تمرکز کافی لازم داره و یکی از نکاتش اینه که شما تعداد قدم هاتون رو در نظر بگیرید و دوستانی که میان این بازی رو انجام میدن بتونن تنظیم بکنن. خیلی بازی ساده ای هم نیست. بله. تو تلویزیون خیلی ساده است، تو برنامه که نگاه میکنین میگی خب این که چیزی نیست، با یه انگوش توپو ببر، ولی انقدر اونجا شرایط مسابقه آدمو گیر میندازه یه ذره سخت میکنه همه چیز. میریم به اتاق بازی بزرگترها، جایی که آقای هدوانخانی قراره که سه فرصت خودشون رو امتحان بکنن، بلکه بتونن اولین ستاره طلایی امشب و اولین ستاره برای خانواده خودشون رو به دست بیارن. خیلی خوب، صدای ما رو میشنوین؟ بله. آماده این؟ تقریبا. بازی که آشناس برای شما؟ این بازی نه دیگه، حالا بازی های دیگر دیده بودم، اینو ندیده بودم. چرا؟ همسرتون الان براتون توضیح میدم، بیشتر از شما کودکشو نگاه میکنن، درسته؟ آره، من دوبلشو بخش هایش دیگرش رو نگاه میکنم، این بازیاشو کم نگاه میکنم. اینو کم بازی نیدم. آره. بله، شما قراره که اون گوی 250 گرمی که خیلی هم سنگین هست بر روی یک تیغه تا انتها ببرید. زمان نداره اما نیاز به تمرکز بالا داره. همسرتون هم میخوام به شما روحیه بدن. مصطفی جان فدات شم، اول یک بار تستش بکن، بشمارید چند قدم تا انتها هست، طول مسیر رو یه مقداری یه امتحان بکن. مشکلی نیست، میرم ایشالله. اون کتت هم نمیخوای در بیاری؟ نه بزالم برم ایشالله، دفعه اول میرم. خب دفعه اول ببینیم که چه کار خواهند کرد. ما میشماریم و شما بازی رو آغاز کنید. 3 2 1 صحبت نمی کنیم که تمرکزشون به هم نریزه. یک سوم مسیر رو طی کردند. دارم به انتهای مسیر نزدیک میشن. ای وای چش خوردم. براشون دست بزنید. خیلی عالی بودی، خیلی عالی بودی. با چطور بود نظر خودتون چیه؟ خوبه، بد نیست. یعنی فکر میکنید بتونید انجام بدید؟ تمرکز زیاده. بله 100% انجامش بدید. 100% انجام میدید. پس ما میشمونیم تا فرصت دومتون رو استفاده کنین. 3 2 1 من به نظر من یه دو تا نفس عمیق بکشین. شما همسرتون گفتن دوست داری کتو در بیاری یا نه؟ در میارم کتو. بله. چرا حرف همسرتو اولش گوش نمی کنی؟ چیز نمیخوایم توصیه کنیم براش؟ مصطفی جان
تو خیلی دقت زیاده. یه ذره نه ببینید، یه مدلی که همسر من خیلی گرماییه، بعد این وقتی که تمرکز می‌بینی معلومه خب بالاخره آره کلی انرژی زیاد، انرژی زیاد تولید می‌کنه. دقیقاً. سخت داشته باشه اینجا. نگاه اول ساده بود ولی بله تو خونه همه میگن ما اینو تا آخرش انجام میدیم. ای وای هیچ اشکالی نداره، اشکالی نداره. ما ستاره قرمز تقدیم خانواده حلاوت خانی خواهیم کرد، اما قراره که ستاره بارون بکنیم. برنامه امشب رو در پایان هفته قرعه کشی داریم، به چهار نفر چهار جایزه 10 میلیونی تقدیم خواهیم کرد. به کسانی که همین الان بیننده برنامه کودک شو هستند از شبکه نسیم و جزء کودک شویی ها شدند، یک کد اختصاصی داره برنامه ما که قرعه کشی میکنیم. در پایان هفته 4 تا جایزه 10 میلیونی تقدیم شما خواهیم کرد. ستاره 3 ستاره 40 مربع کد ما هست. قرعه کشی هفتگی 400 میلیون ریال، یعنی 4 تا جایزه 10 میلیون تومانی تقدیم شما خواهیم کرد. بخش بعدی برنامه کودک شد. شما بیننده برنامه کودک شو هستید. در فصل سوم رسیدیم به بخش جذاب، پربیننده و البته سخت برنامه ما، برنامه بخش دوبله شو که خانواده حدابند خانی قراره که برای ما اجرا بکنن. درسته؟ بله. تمرین کردین؟ بله. سخت بود؟ مقداری بله. تا حدودی. بله. موضوعتون چیه؟ در مورد مستأجر و اجاره است. موجر و مستأجر. بله. و موضوعی که همه گرفتارشن، خودمون هم گرفتارشیم. و اینکه کی موضوع رو نوشته؟ کیا بهتون کمک کردن؟ با مشورت همسرم که دیگه ید طولایی در این قضیه دارن. بله. چقدر شما از این دعواهای این شکلی میبینین؟ نه؟ نه نمیبینین؟ مثلا یکی میاد سر اجاره و سر رفتن و چه دیگه تو شغلتون دیگه؟ نه اون اونجوری شیطون اگم. آره شیطون هنی. خانواده حدامند خانی هن. نشونشون بدین. بوچی که سورنای. سورنای. بله. داره تمام استودیو رو به هم میرزه. بعد جلو دوربین که میان ساکت میشن. اشکال نداره. اون کاراشون برعکس دیگه. کاراشون برعکس. خیلی. ما یک بخشی رو برای شما در نظر گرفتیم. بخش نمایشی است. دو زر و سکا ساخته های محمدرضا هنرمند با هنرنمایی دوستان و همکاران من. و آماده اید؟ بله. بله. میشوریم. پاشو یالا پاشو پاشو برو دنبال کار، پاشو برو دنبال کار. پاشو شده اول بود، برو بگی پول درست مستاجرا پولدار شده. برو بگی پولشونو
کول باسم کو اسلحم میخوام اجاره بگیرم کول باسم کو اسلحم میخوام اجاره بگیرم میخوام اجاره بگیرم نگاه کن بعد امروز به من میگه پول ندارم اجاره تو بدم گنجو جان گنجو 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 خوشو برو از این مسجره اجاره شو بگیر و بیا امروز نداشتم تو چقدر ساده ای داره داره خودم توی دوربین دیدم پیتزا سفارش داده اونم 5 تا بزرگ اندازه تایر کامیون برو اجاره شونو بگیر و بیا و ازشون معلومه خوبه گنجو بذار شامشون رو کوف کنن ننه میگم داره برو بگیر بیار برو باشه برو باشه نری با یه پیزا بخرنت ما هر چه در این دوبله دیدیم زحمت خانم هدوان‌خانی بود تو واقعا تموم شد یه دونم گفتی میخوام اجاره بگیرم اینو 5 بار تکرار کردی درسته؟ اینا محض مزاح میگیم چون درست. همه فکر میکنم خانواده من یعنی من خودم رو به چیز من به کار ببرم همه فکر میکنم من مثلا خانواده رو اذیت میکنم در حالی که این نیست من اگر بخوام خیلی خشک اجرا بکنم با شما شوخی نکنم برنامه خیلی یه دست و تخت میشه در نتیجه سعی میکنم یه ارتباط درستی با هم برقرار بکنم اما قراره که تمام بیننده های برنامه کودکشو که ما اصطلاحا بهشون میگیم کودکشوی های عزیز به شما رأی بدن این فرصت شماست با دوربین خودتون که ازشون بخواین به شما رأی بدن مردم عزیز ایران مخصوصا ورامینی های با معرفت خواهش میکنم با دادن ستاره اگر از برنامه ما خوشتون اومده ما رو ستاره بارون کنین که بتونیم به مراحل بالاتر بیشتر دسترسی پیدا کنیم و بیشتر شما رو شادتون کنیم بله 3 ستاره طلایی این بخش داره شما آقای خانی مردم عزیز اگر از برنامه ما خوشتون اومده به ما رأی بده خیر و اما در پایان هفته همراه با خانواده هدوان‌خانی هم قرعه کشی خواهیم داشت مثل هفته های گذشته برای کودکشویی ها یک کد مخصوص در نظر گرفتیم که اگر شما وارد تلفن همراهتون بکنید به 4 نفر برنده خوششانس 4 تا 10 میلیون تومان تقدیم خواهیم کرد کافیه فقط ستاره 40 مربع رو همین الان با تلفن همراهتون شماره گیری کنید تا شاید شما هم یکی از برندگان 400 میلیون ریالی باشید که ما در نظر گرفتیم 4 برنده خواهیم داشت تماس میگیریم بهشون زنگ میزنیم خوشحالشون میکنیم و روزای جمعه ساعت 21 میتونم متوجه بشیم که اون 4 نفر در این هفته‌ای که شرکت کردن چه کسانی بودن اما بخش بعدی برنامه کودک شد به نام خدا غلامعلی استقلالی هستم برنده مشهر مقدس مشهد برنده جایزه 10 میلیونی برنامه کودک شو با تشکر از آقای پژمان بازرگان و من هم به نوبه خودم از آقای پژمان بازرگان و برنامه خوبشون تشکر میکنم خانم پژمان دوست داریم دو ستاره قرمز حاصل تلاش خانواده خانی اما ما دوست داریم که شما ستاره طلایی بیشتری بگیرید 3 ستاره طلایی مردمی هست که میتونن از طریق نصب برنامه روبیکا با شماره گیری 3 ستاره 3 مربع در تلفن همراهشون برنامه کودکشو رو انتخاب کنن و به خانواده شما رأی بدن اما این بخش آیتمیه که جدید به برنامه کودکشو اضافه شده چند تا سوال میپرسیم سوالای سعی کردیم یه ذره سوالای بامزه بپرسیم نویسنده برنامه های خاکپاس سوالا رو طراحی میکنن و حالا یه ذره سخت هم هست ولی میخوایم ببینیم که چقدر حافظه 6 سال گذشتهتون حدودا خوب کار میکنه آماده اید؟ بفرم اونا هم گذاشتیم برای پاک کردن سوالات جواب سوالاتون بایستی یکی باشه تا ما بپذیریم
مفهومی یا کلا کلمه. حالا بذار ببینیم سوال چی هست. به من میگن، من از شما میپرسم. آماده اید؟ اولین سوال این هست که آقا مصطفی ماشاءالله خوش قد و بالاه، بعدم معلوم رشیده، درسته؟ بله. ما الان میخوایم بپرسیم از شما دو نفر که آقا مصطفی از چه چیزی میترسید؟ 15 ثانیه فرصت دارید. بزرگ بنویسیم. البته جواب آقا مصطفی خدا هست که همه باید از خدا بترسن. جواب شما هم بی‌ربط نبود، ارتفاع هست که خدا خیلی بالاتر از این حرف هست که ما بخوام ببینیمش، اما نمیتونیم بپذیریم. خب سعی کنید دیگه این بخش رو یه جوری جواب بدید، ستارش رو بگیرین دیگه. امید خدا. یه ذره با دقت بیشتر. آخه دیگه واقعا از ارتفاع میترسی؟ اینجوری که یعنی مثلا لامپ خونه بسوزه مثلا همسرتون بگه؟ این در این حد دیگه. در چه حد میترسی؟ بالاتر از اورست. بالاتر از اورست میشه هواپیما دیگه، خدای دیگه. بله خدا خیلی بالاتر از این هست. خب سوال دوم، محمد سام دقیقاً کی دنیا آمد؟ 4/12/94. نه 5 محمد سام 5/6/94. 94. بله. تاریخ و زمانی که شما خبر بارداریتون رو به آقا مصطفی گفتین یادتون هست؟ اون رو برام بنویسید. تاریخ زمان بارداری یادم. ساعتشو بنویسید. ساعت چه ساعتی بهشون گفتید؟ میدونم. صبح و ظهر و شب. نه ساعتش حدوداً غروب بود. تا یه جاهایش درسته ها، تا یه جاهایش درست نوشتین. غروب رو درست نوشتین، فقط با دو ساعت تأخیر. ساعت 17 و ساعت 19. اما غروب رو دیگه بپذیرید. نه دیگه نمیتونید بپذیرید. ساعتش دو پرسش دو پاسخ نادرست. فقط کافیه که به 4 پرسش ما جواب درست بدید تا ستاره طلایی بگیرید. این خیلی سخت بود آوازه. نه درست نمیشین، با دو ساعت تفاوت بود. نه ساعتش اون موقع ساعت رو بود. حالا از من به من گفت باز آدم بهتر یاد دو ساعت و تاریخ اون روز. یه بالاخره اتفاق مهمیه اون لحظه، شما همسرتون بهتون گفتن ساعتش مهم نیست. ساعتش همون غروب بود دیگه. نه نمیپذیرن. بجان یه سوال دیگه بپرسیم. نمیپذیرن. من کاری نیستم. ببخش. مشکلی نه. سوال سوم. برای همه خانواده ها پیش میاد که ممکنه یه جایی گرفتار مالی بشن و سوال ما اینه که اگر خدای نکرده یه روزی به پول احتیاج پیدا بکنید به چه کسی میگید که به شما پول بده؟ غیر از خودمون دیگه. داره. غیر از خودمون. تقلب مدرسه زیاد دیگه داری میگیری ازش. من نوشتم دیگه تا نوست کنم. هر دو نوشتن حاج محسن. کی هست حاج محسن؟ شوهر خواهرم. شوهر خواهر شما. بعد بسیار عالی. چه آدم مطمئنی که هر دوتاتون میدونید که اگر خدای نکرد دوچار مشکل بشید حتما سراغ حاج محسن میرید. سه پرسش، یک درست و نادرست. اما سوال چهارم، یه سوال خیلی ساده میخوایم بپرسیم. وقت میذارید بیرون میرید دیگه با هم دیگه؟ بله. بله رستوران هم میرید دیگه؟ بله. پیتزای مورد علاقه آقا مصطفی چیه؟ چه پیتزایی سفارش میده؟ قارچ و گوشت دوست دارین، درسته؟ بله. همیشه همونو سفارش میده. او یه تنوعی هم بده به غذا. اصلا پیتزایی نیستم، این هم یه موقعی دیگه اصلا به پیتزا هم یه قارچ و گوشت. خب تو کار گوشت هستم، تو کار پیتزا نیست. از کاشی میبرزیم چه غذایی دوست دارین. آره. خیلی خب، دو پرسش درست. آشپز خوبی هم هستین. تو کار خونه کمک هم میکنین؟ فراغ تو خونه؟ آره دیگه. چی کار میکنن؟ ظرف میشورن؟
ظرف میشورن، آشپزی میکنن، خونه تمیز میکنن، همه کاری که من میکنم. شما چیکار میکنید؟ همه کارا که ایشون شما چیکار میکنن؟ نه یعنی خیلی کمکم میکنن، اما من از کارم نمیزنم. از کارتون نمیزنم. ایشون لطف میکنن به من کمک میکنن. آفرین، خیلی خوبه آقایون به همسرشون کمک کنن. مثلا که شما دو تا فرزند کوچیک دارید، این واقعا باعث دلگرمی شما رو بچه خوش. بله همینجا الان از صبح ما رو به خدا نصف این استرسی که توی مسابقه داریم بخاطر نه والله استرس نشه، به شما باید خوش بگذره دیگه، فقط برای محمد سام که نمیاد، خودتونم باید نه به خاطر بچه‌ها آره نه به خودتونم باید خوش بگذره. دو تا درست دو تا نادرست. سوال پنجم، حالا آقا مصطفی که گفتن خیلی زحمت می‌کشن تو خونه کمک می‌کنن، اما تنبل‌ترین آدمی که تو خانواده جفتتون می‌شناسید کیه؟ من تو خانواده خودمون دیگه خانواده شما خانواده که میشه یکی دیگه فرق نمی‌کنه. خدا امشب رو به خیر بکنه. آقا چه سوالایی ها میپرسی آخه؟ سوالش یعنی خودش داره میگه خانم همیشه نوشه مصطفی ها سوال قبلی وای به حال بچه ها ای بابا دعواتون نشه تو رو خدا. نه خیر سه تاشو نادرست گفتید، این دوتای بعدی رو بایستی حتما درست بگید. چشم، سوال ساده بپرسید. معروفترین و جذابترین خصوصیت اخلاقی آقا مصطفی چیه؟ یه بار دیگه بپرسید. معروفترین و بهترین خصوصیت آقا مصطفی. او خانمتون دارن انشا می‌نویسن. آقا همش هست. خیر. آقا ما اینو قبول کنیم. اشکال نداره. این همه خصوصیت خوب داره. اینو با مسئولیت من. اول از همه ببینیم. آقا مصطفی گفتم من شادم. درسته؟ یه آدم شادی هم هست، خداییش هم دیدیم کمک هم می‌کنه به همسرشون، دیدیم در طول برنامه چجوری به بچه‌ها رسید، اما همسرشون نوشتن مهربانی، دست و دلبازی و خانواده دوستی. میپذیریم اینو میپذیریم. میخوام تو آخری که دیگه آقا مصطفی عادت داره همه رو مفید و مختصر مینویسه، ولی اون شادم همه اینا توش بود به نظر. آره دیگه درسته. اون سوال قبلی تو من از خوبیای همسرم آقای وازدی. بله بسیار آدم مهربانی هستن، چهره بسیار خوش انرژی دارن. سوال آخرم بپرسیم انشالله که ستاره طلایی بگیرید. موافقین؟ خب همون جوری که گفتیم، یعنی شما گفتید به ما، هم مهربون دست و دلباز، رفیق باز. ما رفیق باز نیست؟ نه. خب بس ما میپرسیم از شما که صمیمیترین دوست آقا مصطفی اسم کوچیکش چیه؟ یه چیز دیگه شد. نه درسته. اولا که خدا رو شکر که حالا بشمونیم. الان بچه های کلاس اول دبستان اینو ببینن چند تا دندونه داره، چجوری باید حساب کنن؟ من یه سری نمیشتم دیگه، اینو میدونستم درست میگه دیگه، ولی این رو هم درست گفتن. خیر ما بفهمید بیستیم پشت میزاتون، خیلی تبریک میگم با ارفاق. با ارفاق یک ستاره طلایی تقدیم به خانواده خانی. سوال آسونا رو از اول میپرسی تا آخرش میافتیم تا آخرش میافتیم. ولی یه سری، حالا من بگم برای کسایی که میخوان برنامه ساعته یه خورده ما رو ریخت بهم اصلا نه اشکال نداره، ما همین رو میخوام الان توضیح بدم. درسته. که کسایی که الان دارن برنامه ما رو نگاه میکنند این سوالا رو از خودشون بپرسن که اه راست میگه، مثلا بچه‌مون روزی که فهمیدیم همسرم بارداره مثلا چه ساعتی؟ بازوری اون روز روز خوبی، اصلا این چیزش دیگه آدم یادش نمیاد. خب الان یادتون بمونه دیگه ساعت نیست. من میدونستم غروبه، اما مثلا الان یه ذره مرور کنید تو ذهنتون، بعدن مرور کنید که من روز چه ساعتش. آقای بازوری دیگه الان مثلا میگیم غروب، من هم غروب رو نمیشم، مثلا 17 رو میشم. الان مثلا تو زمستون تو این فصلی که هستیم دیگه الان غروب ساعت 17، من در مغازه بودم بهم زنگ زد، دقیقاً صحنه‌ش یادم، بهم زنگ زد من الان یه سوال بپرسم اونم یادتون؟ آره بیا زودتر خونه. من گفتم چی شده این ساعت روز؟ الان یه سوال با مزه دیگه میخوام بپرسم. تاریخ
اولین آوازی که آقا مصطفی بعد از ازدواج برای شما خوندن کی بود؟ تاریخش؟ یا محلش؟ کجا براتون زدن زیر آواز؟ توی خونه. تو خونه. یادتون هست کی بود؟ آخه خیلی میخونه. نه اولین بارشو که اولین بار که اولین مرتبه که توی خونه خون صبح از خواب بلند شده بود. صبح آدم چای نخورده صداش اصلا نمیشه شنید. نکنه اخلاقش دو سه تا بیت میاد. حالا دیگه خلوص که نداریم بخونه. خودمون میخونیم که هر کجا بیداشن. آفرین. کنار من بایستید لطفا. ما یک دیوار جایزه داریم. اعداد بین 1 تا 7 رو انتخاب بکنید. از 1000 تومان تا 1,000,000 تومان جایزه هست. دیشب یکی از رقبای شما 1,500,000 تومان برنده شد. تازه ستاره سومش هم که گرفت عددش افتاد رو 500,000 تومان که پوچ شده بود. یعنی در واقع 2,000,000 تومان برنده شد. اونتا هر کدوم از اینا که توپ بیفته پوچ میشه دیگه. آقای بازوی ما خاطر تنها چیزی که نیومدیم جایزه هیچ اشکال نره. ولی ما دوست داریم شما جایزه بدیم. دستتون درد. عدد چند؟ اینا به خاطر جذابیه و شما زحمت چی کشیدی؟ 5. عدد شماره 5 میشماریم. 3, 2, 1 بله خیلی 400 نه 50,000 تومان هیچ اشکال نداره. بفهم خب خانواده هدامند خانی موفق شدن یک ستاره طلایی همراه با 50,000 تومان جایزه برنده بشن. اما شما چقدر برنده بشید؟ شما میتونید 10,000,000 تومان برنده بشید. 4 نفر برنده 10,000,000 در پایان هفته خواهیم داشت. کسانی که همین الان شرکت میکنن شانس بیشتری براشون خواهد بود. فقط کافیه 3, 40 مربع رو شماره گیری بفرمایید تا در قرعه کشی هفتگی اختصاصی کودک شو شرکت بکنید و یکی از 4 برنده باشید که 10,000,000 تومان تقدیم شما خواهیم کرد. بریم بخش پایانی و پرسش و پاسخ از پدر و مادر و فرزند. بخش پایانی برنامه امشب همراه با خانواده هدامند خانی با یک ستاره طلایی با ارفاق و 50,000 تومان جایزه نقدی. با 50,000 تومان چیکار میکنین؟ کار خاصی نمیشه گیرم. چند تا کتاب برای محمد صاحب میگیرم. کتاب بخریم براش. اصلا کلا خیلی علاقه به کتاب داره. آره ما همه رو تشویق میکنیم اینجا میگیم کتاب واسه بچه ها. حتی شده کتاب نقاشی که دستشون عادت بکنه به ورق زدن. این خودش کمک بزرگیه به فردای جامعه بله. ایران که به بچه‌ها یاد بدیم کتاب بخونن. اما اگر می‌خوایم به خانواده هدامند خانی رأی بدید 3 تا 3 مربع رو شماره گیری بفرمایید. برنامه رو بیکار در تلفن همراهتون نصب کنید. کودک شو رو انتخاب کنید. نام خانوادگی و عکسشون اونجا هست. میتونید بهشون رأی بدید. 4 خانواده‌ای که بیشترین آرای مردمی رو به دست بیارن در طول فصل جدید برنامه ما بینشون مسابقه خواهیم گذاشت و یک خودرو تقدیمشون خواهیم کرد. اما شناخت از محمد سام کدومتون بیشتر میشناسینش؟ مادرش بیشتر باشه. شما بیشتر باشه. بله. ولی شما هم چون محل کارتون نزدیک طبقه پایین کارتونه. من وقت براش خیلی میذارم. 6 ساعتی وقت میذارم. وقت خدایش براش میذارم. شما چه کاری باش انجام میدید؟ چه مهارتایی بهش یاد میدید؟ میخونم، موسیقی بهش یاد میدم. البته این برنامه رو توی گوشی براش ریختم و صحبت خیلی باهاش میکنم. بعد مثلا لباسشو تا بکنه مثلا بله. این که میگن خاله بازی مثلا اشکالی هم نداره با پسرم نه. اتفاق بیفته چون بچه‌ها به یاد بگیرن وسایلشون جمع بکنن. نه علاقه به ساختن چیزای جدید داره با مثلا آجرک‌ها چیزای خیلی چیزای متنوع براش میسازم. هر دفعه میاد یه چیزی برامون میسازه که خودمون هم توقعشو نداریم. بسیار عالی. اما ما سوالات ساده پرسیدیم از محمد خوبه. سام که شاید شما به ذهنتون خطور نکرده باشه. من ابتدای برنامه هم گفتم بچه‌های زیر 3 سال معمولاً ذهنشون همش در حال خیال پردازی و تخیل و به همین دلیل ممکنه بعضی اوقات سوالاتی رو که شما پاسخش رو میدید بچه چیز دیگه گفته باشه. اما بازم راجع به اون فکر کرده، همینجوری بی فکر نگفته، منتهی فکرش در حال تغییره. سوال اول محمد سام چرا دوست داره بزرگ بشه؟ عکس
سمسش انداخت. آره یا آخر شیطان است. 60 ثانیه فرصت دارید. چرا فکر میکنید پسر شما دوست داره بزرگ بشه؟ شما هم که تو خونه نشستید و تو برنامه ما نیستید به این سوال ما فکر بکنید که چرا فرزند شما دوست داره زودتر بزرگ بشه؟ میخواد مثل بابا بشه. میخوام قوی بشم مثل بابا بشم. خود سوال شما های بازوی خیلی چیزه سخته. سوال ساده است. سواله نه جوابش هیچ وقت نپرسیدین ازش. چرا ازش چی گفتی؟ تو خونه هم این سوال ازش شما رو میپرسید؟ اصلا یه بار میگه میخوام قوی بشم، یه بار میگه میخوام مثل بابا مصطفی بشم، اما شغلی رو نمیگه که مثلا میخوام این کارو. اون راجع به شغلش گفتم چرا دوست داری بزرگ بشی؟ یا میگه دوست دارم آشپزی کنم. نه شغلی که نه. آشپزی مثلا آشپزی خیلی دوست داره. بله آره. شاید هم همین باشه جوابش. شاید هم این باشه. چون من کلاً آقای بازوی آشپزی بیرون انجام میدم. بذارین برای اینکه وقتتون تموم شده. دوست داره آشپزی کنه، دوست داره شبیه با مصطفی بشه، دوست داره قوی بشه. کدومش؟ وقتتون تموم شده. دوست دارم آشپزی کنم. دوست داره بزرگ بشه که آشپزی کنه. جوابشو ببینیم بعد پشیمون نشین ها. بذار جواب ببینیم تا پشیمون نشیم. بفهم. شاید هم پشیمون شدیم. قوی بشه. دوست بزرگ شی یا دوست کوچولو بمونی؟ من بزرگ شم. چرا؟ خم قصه دو یه توضیح بدم. چه جوری به ذهنتون رسید یه دفعه؟ به خاطر این که من توضیحشو بدم. بله حتما. من بیرون از خونه آشپزی میکنم. یه هیئتی داریم. آها. تو اون هیئت آشپزی میکنم. خیلی دوست داره میاد اونجا پیش میاد من. اونجا شما آره میاد پیش من. عاشق اینه. چطور به ذهن شما رسید؟ به خاطر اینکه خیلی دوست داره. وقتی هم من آشپزی میکنم خیلی کنار من هست. بس سوال میواد کیفیت و با نوع غذا خیلی براش مهمه. اجازه میدیم بهش. جانب. هر کاری بخواد خوش بکنه بهش اجازه خودش یعنی این بله تصمیم گیری بخواد. ما مشورتامون رو میدیم اما راهنمایی نه که آشپز میشه خیالت راحت در کنار هر شغلی انتخاب کنه آشپز میشه. نه نم از شکم بودن آشپز شدم. کوچیک که بودم هم شیطون بودم هم خیلی شکم بودم. یعنی خودتون رو در به نظرم محمد کسی که شکم میبینین 100%. آره خودتون بله. یعنی میبینین که محمد سلام شبیه بچگی شما بوده. شیطنتاش مثل الان که بچهای امروز مثل اون موقع که نمیتونن شیطنت. اون موقع که نبودن ولی در کل چرا. خب بسیار عالی. اولین پرسش، اولین پاسخ درست، سوال دوم. بزرگترین آرزوی محمد سام چیه؟ 60 ثانیه فرصت دارید مشورت کنید. تو لحظه آخر یادتون اومد. درست. ببینید تا آخرش مشورت کنید به نظر من. در رابطه با کار آقای بازوری. ما پرسیم بزرگترین آرزو چیه؟ نیمی از زمان سپری شد. ما از محمد سام هدوندخانی پرسیدیم که بزرگترین آرزو چیه؟ پانزده ثانیه. تو خونه همش دنبال خوانندگی میگم بخونم بخونم همین هر چی شما بگید ما میپذیریم. آشپزی کنم بخونم بزرگشم بخونم بگم اینو اعلام کنم که بریم ببینیم بزرگتر آرزوی من هستم چیه؟ چی بزنه بیاد دیگه چی گفتم؟ وقتتون تموم شده ها دیگه مشوره دیم خودمون گفتی گفتی فرق پدر و مادر فکر بکنن که محمد سام در آینده آرزوش اینه که خواننده بشه درسته؟ بله. اما بشنویم آرزوی محمد سام رو از زبان خودش. بزرگترین آرزو چیه سامی؟ آقا پلیسه. دوست داره پلیس بشه. آقا پلیسه. نه آقا پلیسه. دوست نداره پلیس بشه. و چیه بزرگترین آرزوش چیه؟ دوست داره بخونه خواننده بشه. نه الان آقا پلیسی که گفت آقا پلیس به خاطر بازی که شاید با تفنگ دوست داره خودتون شاید دوست داره با این بازی اینا خیلی دوست داره با من میاد همش تو خونه میگه فرمانده قربان برم بیام شاید به خاطر این حالا ما اینجوری متوجه آره. شدیم که به هر حال خواننده نمیخواد بشه درسته. دو پرسش یکی درست یکی نادرست. سوال سوم اگه محمد سام یه ماشین داشت دوست داشت ماشینش چه رنگی باشه؟ خب
قرمز میگم. از آبی خیلی خوشش میاد. آبی خیلی دوست داره. من ازش بپرسم چه رنگی رو دوست داری فکر کنم میگه آبی. میگه آبی رو دوست داره. ولی الان بگی ماشین، این پلیس رو بعد مال ماشین میگه. هر موقع میگی چه ماشینی میخوای میگه پلیس. میگه ماشین پلیس. بعد میگه کدوم ماشیناتو بیشتر تو رنگ گفته. ما ازش پرسیدیم رنگ بگو، رنگ گفته. یا قرمز میگه یا آبی. یا قرمز میگه. یکی شو بعد ما بگین. ماشین ماشینش آبی. ماشینش آبی نیستش کدوم. ماشینش قرمز. بفرسو بگیم. اگه محسن یه ماشین داشت. فقط 15 ثانیه فرصت. همون آبی. رنگ آبی. بریم ببینیم که خودش اگه ماشین داشت دوست داشت ماشینش چه رنگی باشه. ماشین آبی. اگه یه ماشین داشتی دوست داشتی ماشین چه رنگی بود؟ آبی بود. بله. رنگ رو آبی دوست داشت. دو تاشون رو درست جواب دادن از سوالاتشون و دو تای دیگه فقط باقی مونده، باز هم جایزه داریم. سوال چهارم رو ببینیم. محمد سام دوست داره صبحونه چه چیزی بخوره؟ مربا دوست داره معمولا. اگر 60 ثانیه فرصت دارید. مربا فکر کنید، شاید لحظه آخر به ذهنتون اومد. خامه مربا. مربا. یا میگه املت. املت رو نمیگه. محمد دوست صبحونه میدونه صبحونه چیه. صبحونه چه چیزی میخوره؟ مربا با خامه. شاید هم میگه نون. خامه. نون و خامه. نیمی از زمان که خواب بنا میشه یه شیر رو بخوره. حالا دیگه بعد از شیر میشه. نه ما پرسیم ببینید اون چیزی که شما به عنوان صبحانه به محمد سام میدید اون چیزی نیست که خودش در ذهنش دوست داره صبحونه بخوره. ما پرسیم محمد سام دوست داری صبحونه چی بخوری؟ آره خودش به ما میگه چی میخواد، یعنی صبح میگه فلان چیزو بیار. شما به ما بگید چی گفته. بگیم نون خامه. نون خامه مربا. این چیزی نیست که ما بهش میگیم. محمد سام دوست داره صبحونه چه چیزی بخوره؟ نکنه بگه کیک. شما میگه پیتزا. جواب دوست داره سیب پیتزا. نه ما اصلا دوست داره صبح جواب بخوره. نون و خامه. نون و خامه. اما ببینیم خودش خودش ببینیم صبحونه دوست داره چی بخوره. دوست داری صبحونه چی بخوری؟ جودی کرا. حالا یه بار جوجه کباب درست کنید. بچه ها رو گول میزنید آقای بازقی. چی باید کنید؟ سوونه... میگم گول میخورن اینجوری ازش سوال میکنید. نه دیگه چی دوست داری بخوری؟ این دیگه اصلا فکر سوونه نیست، اون جوجه کباب رو میگه. حالا سوونه حالا شاید جوجه کباب دوست داره. حالا دیگه جوجه کباب کباب کلا نه به خاطر غذا شما. خب شما اگه فصل بازیش مثلا میگه بریم خونه همون فصل گذشته رو برنامه رو نگاه میکردید کامل، اتفاقا این نکته جالبی بود که گفتید من الان خاطرم اومد. خیلی از مادر پدرها اینجوری سوال واسه خودشون تو ذهنشون مطرح میکردن، میگفتن احتمالا شما از محمد سام پرسیدی که دوست داری چه چیزی صبحونه بخوری، اون صبحونه رو هضم میکنه تو ذهنش. درست. دوست داری چه چیزی بخوری الان؟ دقیقاً همین. دقیقاً همینجوری میشه. این نکته ای که حالا این جوجه کباب هم بخاطر شیطونی نه بخاطر خود جوجه کباب، بره خونه عموش با هم دیگه آ جوجه کباب درست کنن. آره شیطونی کنه آتیش بسوزونه یه جوجه کباب. یه جوجه کباب کلا رفته با این سوال دنبال. سوال بعدی رو ببینیم. دو تا واقعا کافیه درست بگید. به نظر محمد سام در خانه شما چه کسی بیشتر از همه لباس داره؟ مامانم. چه کسی بیشتر از همه لباس داره؟ بابام فکر کنم. ببین بابا. من اینا خوشم میاد. شاید یا مامانم میگه یا بابام. داداشش چی؟ شاید از نظر اون مثلا داداشش بیشتر از خودش داشته باشه. نه نمیگه. چون هر چی داداشش داره مال اینه دیگه، بزرگتره. محمد رضا نمیگه؟ نه. کیه محمد رضا؟ از تو خونه اون محمد رضا که پسرموشه. پسرموشه. از تو خونه خودمون گفته دیگه. بله گفتیم. به نظر محمد سام در خانه شما چه کسی بیشتر از همه لباس داره؟ 15 ثانیه فرصت دارید. مامان. بگو بابا. مامانم. احتمالاً میگه مامانم. دیگه مامانم. مامانم. بابام میگه. ها؟ بابام. شما باباشو بزرگتر میدونه بگه بابام. بابام یا مامانم؟ یکو تو بگو. بابام. بریم ببینیم از نظر محمد سام چه کسی بیشتر از همه لباس داره تو خونه. اسم بیشتر میاری بغل بابا میگه بابا تو خونه. تو خونه شما کی بیشتر از همه لباس داره؟ بابا. نه
هم غذاتون باشه. فقط یک پرسش دیگه، اگر درست جواب بدید ستاره طلایی تقدیم شما خواهد شد. سوال بعدی رو ببینیم. سوال ششم. به نظر محمد سام چجوری باید از خیابون رد شد؟ چجوری باید خیابون رد شد؟ نپرسین تا حالا ازش؟ چجوری میدونه میگه قرمز ایست مثلا سبز حرکت. حالا چجوری ما ازش پرسیم چجوری باید از خیابون رد شد؟ دقت کنید، از زمانتون استفاده کنید. سوال ششم هست که بتونید با خیال راحت ستاره طلایی به دست بیارید تا سوال پایانی. حواست باشه یه همچین چیزی شاید بگه. هر چیزی که میخواد بگید 25 ثانیه فرصت دارید. چی میگه؟ حواست هم باشه؟ یا بگه با بابام رد شدم، با مامانم، اینجوری هم شاید بگه. اونم شاید بگه. بعد 10 ثانیه فرصت دارید. دست باباشو بگیره. دست باباشو بگیره. با بابام برم. نه دست بابام. به نظر تو چجوری باید از خیابون رد شد؟ دست بابا رو بگیریم روش هر. و ستاره طلایی تقدیم شما شد. اما سوال آخر رو میپرسیم چون بینندگان برنامه ما دارن شما رو نگاه میکنه و قرار است ستاره طلایی بشه. به نظر محمد سام چه کسی از همه عصبانی تره؟ همه رو که گفت بابا، اینم بگه بابا. این احتمالا میگه عمو. چرا؟ یه خورده از عموش حساب میبرم. عصبانی هستین شما؟ نه، عمو ما اصلا اهل عصبانیت هستیم، ولی یه واقعی به شوخی مثلا میگه ما هم عصب بشی شما مثلا میگم یه همچی چیزی رو بگه. یا چه کسی از همه عصبانی تره؟ نمیگه عمو محسن. توی چند روز پیشم خونه عموش بود، اتفاقی افتاد. در خونه قفل شده بود. نه، در خونه قفل شده بود. از اون روز هی میگو عمو عصبانی، مثلا فکر میکرد که به خاطر عصبانیت مهربون باش دیگه. شاید به خاطر این میگم بگه عمو. جواب عمو. ولی اگه از تو خونه آدم هم بخواه بگه احتمالا میگه بابا، چون یه موقعی بالاخره یه تشرهایی بهش میگم. آره، یا میگه عمو بالاخره، یا عمو یا بابا، یکیشو بگی. یه همه عصبانی فکر کنم بگه بابا. ما هم اصلا اگه ذهنش درست باشه میگه عمو. اون صحنه تو زمین. باید ببینیم از نظر محمد سام چه کسی از همه عصبانی تره. عصبانی رو بشناسیم. تو آدم های اطراف تو کی از همه عصبانی تره؟ ارسلان کیه؟ پسرمو. یه پسر کونشان دارد از پدر دیگه. نه تو خیلی با هم دوستان. تو اون سوال خود عصبانیه بالاخره بعضی وقت. اصلا به نظر من عصبانیت اصلا تو ذهن محمد سام نیست. حالا درست خود محمد سام کلا صدای بلند با داد زدن رو دوست نداره. بعد شاید اگه میگفتین کی داد میزنه، کی بیشتر ناراحته، جواب میده. ولی اصلا جمله عصبانی برات اون سوالاتی است که کلیشه‌ایه دیگه. اینم که گفته اصلا به خاطر اینکه باهاش خیلی دوسته اینو گفت. احتمال ستاره طلایی خدمت شما. بله، با دستای شما. و اما باز هم دیوار جوایز و خانواده هداوند خانی از اعداد بین 1 تا 7 قراره که یک شماره رو در نظر بگیرن تا ببینیم که آیا میتونن برنده بشن یا خیر. 3. شما هم 3 این میگفت من میگم بله دیگه هم سرم انتخاب کردیم. میشواریم. 3 2 1 داره میره سمت 1,000,000 تومان. 20,000 تومن. در پایان برنامه امشب خانواده هداوند خانی موفق شدن 2 ستاره طلایی و مجموع 70,000 تومن جایزه برنده بشن. اما اگر شما هم دوست دارید که برنده برنامه ما بشید، البته که برنده واقعی شما هستید و برنده واقعی ما هستیم که شما اینقدر برنامه ما رو خوب تماشا میکنید، 4 جایزه 10,000,000 تومانی داریم. در پایان هفته شما هم حضور دارید، قرعه کشی میکنیم، زنگ میزنیم، هم خوشحال میشیم، هم دیگران رو خوشحال میکنیم و 4 تا جایزه 10,000,000 تومانی تقدیم بیننده های خوب برنامه کودکشو خواهیم کرد. فقط کافی همین الان تلفن همراهتون رو بردارید. 3 ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری بفرمایید و شاید شما که الان برنامه ما رو دیدید
برای اولین بار و برای اولین بار خواستید در این قرعه کشی شرکت بکنید، یکی از چهار برنده ما باشید. دعوت می‌کنیم از محمد سام که به ما ملحق بشن، ازش خداحافظی بکنیم، از شما خداحافظی بکنیم تا فردا شب و برنامه دیگه. یه بخشی ببینیم بعد. یک برنامه دیگه از کودکشان به پایان رسید و خانواده هدوانخانی با تشویق‌های فراوان خانواده‌شون البته تونستن و با ارفاق بنده تونستن دو تا ستاره طلایی و 70,000 تومان جایزه برنده بشن. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. حتما سعی کنید که به دوستان آشنایان بگید که به شما رأی بدن. چهار خانواده که بیشترین آرای مردمی رو در طول فصل سوم به دست بیارن با هم مسابقه خواهند داد و یک خودرو به خانواده برنده تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم جز این چهار خانواده باشید. بهت خوش گذشت محمد سام. بله ولی برای ما شعر نخوندی یا اشکال نداره، از این یواش یواش داره تازه خسته هم هست صورتش. آره خسته. آره خسته ای؟ اینجوری باید میسی ها؟ دیگه آب میخور صبحونه دیگه خسته نمیشه. صبحونه دوست داری چی بخوری؟ بگو برامو پیش برامو. کباب. گفت جوجه کباب. دیدین اینجا هم همین سوال پرسیدن. به نظر تو عصبانی تر از کی از همه عصبانی تره؟ ارسلان. ارسلان دیدی جوابش درست؟ نه الان که باز چیز بوده میگه زهرا. الان با بچه‌ها الان میره بوده میگه زهرا. آره میگه زهرا. خیلی خوب، خیلی ممنون تو برنامه ما شرکت کردین. متشکرم. با دستای شما خداحافظی میکنیم تا پایان هفته. خیلی ممنون. یک خانواده دیگه مهمان برنامه کودک شو بودن. تا پایان هفته که قراره قرعه کشی داشته باشیم، جایزه برنده بشیم، یک خانواده با آرای مردمی توسط شما انتخاب بشن، بدرود. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بفهم. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شو یه هیجانی. میدونی جایزه چیه یا بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جا رسوندی. آخو بده مجدگانی، بده مجدگانی. نکنه شک بزن تنبک، زندگیت رو بچینی بر اساس کودک. کودک درون بیا بیرون، کودک درون تو بذار بیاد بیرون. یکم هوا بخوره، حالا بگو هوا چطوره. توی اتمسفر کودک شو انرژی مصفل بوده بوده بوده. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شو یه هیجانی. میدونی جایزه چیه یا بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اسکلات رکونی که بچه بزرگ کردیم به این ترسوندیم. غه غه گریه اخمو خنده ناراحتی بده اخه اشتها رو میبنده. انشالله بلا به دوره نگیری نامونه. هرچی داره برد و باختی آخه میدونی بازی دیگه. اعتماد به نفست باید بشه اعتماد به سختت. باید جایزه بگیری آخه میدونی که به سختش. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جرسوندیم. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جرسوندیم. خیلی سخت ترکون Jack.